روز از روزها جوان نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و عرض کرد: یا رسول الله، اجازه بده تا روابط نامشروعی داشته باشم. پیامبر صلی الله علیه و سلم چون در واقع مثل پدر، همراز و دوست برای همه بود و این جوانم تانست خیلی آزادانه عرض خود به پیامبر بزرگوار بیان کنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ای جوان، آیا تو خواهان ای هستی که کسی دیگری همین روابط را با مادر تو داشته باشه؟ جوان خیلی قاطعانه جواب داد که نخیر یا رسول الله. در سوال دوم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که: ای جوان، آیا می‌خواهی که کسی همین روابط نامشروع را با خواهر تو داشته باشه؟ فرمود: نخیر یا رسول الله. در سوال سوم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که: آیا همین روابط با یکی از اقارب تو، چی عمه باشه، چی خاله و چی دخترای اینها، دوست داری که یکی از پسرای دیگه همین روابط با اقارب تو داشته باشه؟ باز هم جوان فرمود: نخیر یا رسول الله. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بیننده های عزیز و دقیقاً جوانان نهایت ارجمند. موضوع امروزی برنامه ما هم در کل در مربوط شما عزیزان است. روابط دختر و پسر در اجتماع چگونه باید باشه و اسلام عزیز تا چه حد و اندازه اجازه ای را داده؟ قبل از اینکه صحبت ها را آغاز کنیم یک جا با هم میریم و چندی از کلام الله مجید مشنویم و دوباره برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. خداوند را در روزهای معین یاد کنید. کسی که شتاب کند تا در دو روز رهسپار شود هم بروی گناهی نیست، و کسی که رفتن خیش را تأخیر کند نیز بروی گناهی نیست برای کسانی که پرهیزگار باشند. از خدا بترسید و بدانید که شما حتما به سوی او حشر می شوید. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. از مردم کسی هست که گفته اش در مورد زندگی دنیا مایه اعجابی تو می گردد و بر آنچه در دل اوست خدا را گواه می گیرد، در حالی که او سرسخت‌ترین دشمنان است. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. و چون روی برگرداند، یعنی از پیش تو بیرون شد، میکوشد تا در زمین فساد کند و کشت و مواشی را تباه سازد، در حالی که خداوند فساد پیشگی را دوست ندارد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. و هنگامی که به او گفته شود از خدا بترس، غرور او را به گناهکاری می کشاند، برای او دوزخ کافی است و چی بد مسکنی است دوزخ. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. از مردم کسی هست که خود را در برابر به دست آوردن خوشنودی خدا می فروشد و خداوند بر بندگان خود مهربان است. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي مؤمنون، در اسلام به تمام و کمال داخل شوید و از گام های شیطان پیروی مکنید، حقا که او برای شما دشمن آشکار است. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
اگر بعد از آن همه نشانه های روشنی که با شما آمده است باز هم بلغزید، پس بدانید که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. صدق الله العظیم. خوش آمدین دوستان عزیز و دقیقاً در این قسمت برنامه جناب استاد ولی الله لبیب استاد دانشگاه را با خود داریم. در نخست سلام علیکم جناب استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد، قسمی که آگاهی دارین موضوع امروزی برنامه ما هم در مورد ارتباط دختر و پسر در اجتماع است، یعنی که در کل دختر و پسر در از نگاه دینی مبین اسلام چی نوع روابط میتونن با هم داشته باشن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله جل تعظمته دختر و پسر من حیث انسان کرامت داده، شرافت داده و اردو از اینها را مکمل یک دیگری، متمم یک دیگری خلق کرده است. اتمام و تکمیل شدن یک دیگر بدون روابط انسانی ممکن نیست. بنابری هر یک از دختر و پسر اینها روابط می داشته باشند، ولی چه نوع روابط؟ قرآن کریم میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، فلا تخدعن بالقول. وقتی که خانمه ها صحبت میکنن با پسران جوان یا با جنس مخالف، هدایت قرآنی است که شیرین زبانی نکنن. قرآن تحلیل میکنه، از این آیه دو چیز معلوم میشه. یک چیزش تحلیل میکنه که چرا خانمه ها با شیوه بسیار نرم و ملایم با جنس مخالف صحبت نکنه در وقت ضرورت. میگه که فیتمع الذی فی قلبه مرض، جانب مقابلی که تربیه درست نداره، خودش صالح نیست، از رویه نیک دختران استفاده یا فهم غلط میکنه، استفاده یا درست نمیگیره مطلب را، تمه به قلبش پیدا میشه. پس تحلیل هم کرد قرآن. مطلب دیگه دیگه چیز میشه که مطلق صحبت کردن زن و مرد جواز داره. اگر جواز نمیداشت قرآن کریم به صراحت اعلان میکرد که شما با هم صحبت کردن نمیتونه. مطلق صحبت دو جنس مقابل با سلسله شرایط مجاز است. اگر صحبتشان مجاز نمی بود، در شریعت ما به نام عقود یعنی عقدها برای خانمه ها اجازه نمی بود، در حالی که در فقه اسلامی یک خانم حق خرید فروش را داره، حق عقود را داره. طبعا در خرید فروش و در سایر عقود حتما جنس خانم نمی باشه، ممکن جنس مردم باشه. به مجردی که فقه اسلامی میگه که عقود بین زن و مرد جواز داره، یا میگن که شرط صحت عقد ذکوریت و اناثیت نیست، زن و مرد هر یک میتونن عقد بکنن، این پیام را میده که اینا صحبت کرده میتونن. منظور از روابط از اینها که صحبت کرده میتونن، ولی در یک چوکات. خب امین کدام چوکات است؟ چوکات قرآن کریم تشریح کرده است. اول چوکات است که این مقطعی باشه، اینطور نباشه که 24 ساعت صحبت کنن به مورد، هیچ موردی نیست، ضرورتی نیست، این صحبت کرده برن، با تلفن صحبت کرده برن، یا از که بدون تلفن صحبت را به مورد و به موجب ادامه بتن، این مجاز نیست.
به دلیل از اینکه ادامه این صحبتها عواقب خطرناک داره، به دلیل از اینکه پیامبر علیه السلام میگه که یک خانم و یک مرد یک جانه میشن مگر اینکه سومشان شیطان است. به این دلیل ادامهش درست نیست. جناب استاد، بعضی ها میگن که همین ارتباط دختر و پسر اگر به قصد ازدواج باشه از نظر شرعی آیا جواز داره یا خیر؟ مثلا قسمی که فعلا میبینیم در عصر امروزی یا در پوهنتون ها یا در اکثریت مکان ها که دختر و پسر بسیار به شکل آزادانه با هم صحبت میکنن، اگر ازشان بپرسیم که چرا، میگن که خب قصد ازدواج داریم، هیچ مشکل نداره. از نظر شرعی استاد چگونه است؟ اول خو این اختلاط ها مجاز نیست. همی سیستمی که فعلا درس مختلط میخوانن یا مختلط کار میکنن، ای از دید شریعت ما که من حیث یک مسلمان هستی مجاز نیستی. هر کس در صحیح خود باید باش. خب موضوع دیگه که موضوع ازدواج است، در ازدواج ما وقتی که میخوایم عقد بکنیم، یک قلم را میخواییم شما بخرین، آیا خودت راضی هست یک قلم را بدون دیدن بخری؟ نخی. وقتی که یک انسان میخواد بوت بخره، چهار طرفش نگاه میکنه. یعنی هر جنسی را که متای 10 افغانی باشه، 100 افغانی باشه، میخواد که این را بخره، خوب چهار طرف از این را میبینه، خوب متوجه میشه، سوال میکنه. در حالی که یک متای بسیار ناچیز است، میشه که اون طرف بندازی، میشه که ایت نگیریش. خب ازدواج یک پیوند بسیار مهم، پیوند حیاتی است. به مجردی که پیوند ازدواج منعقد میشه، اینا به ایمانو که تا وقت حیاتی که دارن اینا باید یک جا زندگی کنن. خب زمانی که یک زندگی مداوم در قبال عقد نکاح هست، آیا این منطقی هست که نادیده بخری؟ نه. آیا این منطقی هست که خوشت نبیا با او عقد بکنی؟ به هیچ وجه. اسلام عزیز به خاطر بقای زوجیت اینجا سلسله مطالب را گذاشته، از جمله میخواه که دختر با پسر یا پسر با دختر میخواه که ازدواج بکنه، نیت داره، با خانواده موضوع را در میان گذاشته، خود سر نکه جنجال های دیگه خود را داره، خانواده هم از این جریان اطلاع دارن، آگاهی دارن. وقتی که اطلاع دارن و آگاهی دارن، بعد از او به حضور داشت یکی از اقارب، به حضور داشت یکی از اقارب، شریعت امر دختر و امر پسر اجازه میده که بالمقابل بشینن، بالمقابل صحبت کنن، خوب یکی دیگه خود را ببینن. حتی بعضی روایات حدیث است که امو پاچه تنبان را کمی بلند بکنن که این پای زیلنگ است یا نه. این مطلبش اینیست که حتما پاچهش بلند بکنن، مطلبیست که خوب دقیق شوه، چهار طرفش خوب ببینه، ولی به حضور داشت یک محرم. این دو تنهایی درست نیست. دیدن به چه مدت لازم است؟ یعنی چقدر وقت یا میتونن همدیگر ببینن؟ آیا به شکل مستمر یا دوامدار میتونن به چند روز یا چند هفته یا چند ماه ببینن، یا یک فقط یک روز؟ خودت که میخوای که یک به اصطلاح دریشی بگیری، یک ماه برات میبینی، یک ماه یا مول لحظه وقت است. مول لحظه یه منطق است. یه طور نمیشه که ما به عنوان که میرم میخرم برو جاکت برو بپوش میرم میخرم، یه خب به تو اجازه نیست، منطق نیست. یه خب شریعت دید و دید را اجازه میده برای چند دقیقه. اما جناب مقطعی، ببخشید، مقطعی چند دقیقه، به خاطر که ما انسان هستیم، ما درک داریم، ما فهم داریم، او منطق داره. به مجردی که 5 دقیقه و 10 دقیقه با جانب مقابل صحبت کنه، خواص ظاهریش را میفهمه. طبعا خواص بعدیش در یک ساعت هم نمیشه، او را در خفا تعقیب میکنه، تحقیق خفا داره، ولی در ظاهر مقطعی است، مستمر نیست.
جناب استاد، مثلا اکثریت نکاح های فعلا در افغانستان صورت میگیره، قسم هست که نه دختر پسر را میبینه و نه هم پسر دختر را میبینه، فقط در موشب ازدواج یا موشب که نکاح میکنن اینا هم دیگر را میبینن. به نظر شما آیا پیامت هایی که این نوع ازدواج ها داره درست است یا خیر؟ آیا زندگی سرشار از محبت میداشته باشن یا نه خیر؟ دین واضح هست، شریعت واضح هست که نادیده عقد ازدواج کردن 10% اگر تصادف بکنه، اتفاق با میان بیه، 90% از این زندگی درست نیست. نه. روی امی موضوع پیامبر علیه السلام برای کسانی که بیوه هستن اینا را میگو که اینا صلاحیت خود را خود دارن، خود اینا تصمیم بگرن، اما برای دختران جوان و پسران جوان اجازه گرفتن شرط است. اجازه گرفتن به این معنی نیست که او چیزی را ندیده باشه بگه که با فلانی عقد ازدواج میکنی یا نمیکنی. به هیچ وجه او دختر امو لحظه نمیگو که بله آن، تا زمانی که را نشناسه. حتما او را میشناسه، حتما با او ارتباط داره، یعنی به این ارتباط بیمانه که معرفت داره. اگر معرفت هیچ نداشته باشه، شناخت با او نداشته باشه، به هیچ وجه دختر جوانم عاجل تصمیم نمیگره. چرا؟ خو عقل داره، خو منطق داره، خو میفهمه که هر کسی که ازدواج کرده موقتی نیست، ای خود مادام الحیات است، مادام عمر است. و بدبخترین حالت یک انسان همیست که همسرش بدلش نباشه. و به این خاطر شریعت اسلام در این مورد یک حکایتی را که قرآن کریم صحبت میکنه، قرآن کریم به این صراحت داره که خانم آمد پیش پیامبر علیه السلام که ما همی شوهر خود نمیخوایم، ازدواج شده، اطفال دارن. بعضی روایات علتی را اینطور بیان میکنه، میگه خانم شوهر خود را با جمع از دیگه مردا دید که در بین مردا این کوتاتر یک ذره بدقوارتر بود، دور بعدش آمد، بعدش آمد و بالاخره آمد. پیامبر سلام شوهرش خواست، گفت این طلاق میخواه، گفت ما نمیخواهیم، گفت بدل تو خود نیست، این خود بدل تو نیست، گفت خود چی میکنی؟ یعنی که دیگه ازدواج بکنه یک مقدار چیزه به عنوان عوض. خانم قائل شد، برای شوهر داد. باز قصه جالبش همینست که وقتی شوهرم مبلغ را گرفت و دید که پیامبر سلام میگه طلاق چیز میکنه، گفت که تا خانه چیغ زده رفت از فراق خانمش. خود دین ما طور است که باید زندگی مداوم و دقیق هر کدامش انتخاب بکنن. دقیقاً جناب استاد، آیا این روابطی که فعلا در بعضی از مکان ها میبینیم، میگن که مثل خواهر و برادر، یا که مثلا بعضی خانم ها بس بعضی از بچه ها میگن که بچه خوانده ایم است، یا که مثلا بعضی از آقایان هم بعضی از دختران میگن مثل دخترم هست، یعنی که من مثل پدرت هست و ما هیچ فرق ندارد که صحبت داشته باشی یا روابط داشته باشیم با هم، از نظر دین آیا این جواز داره یا خیر؟ اصطلاح بسیار خوب، نیت بسیار بد. ببینین میگیم که الله لک بخش است، الله غفور و رحیم است، بسیار کلمه خوب است، مقدس است، ولی اصلا شیطان ایره به ذهنت میاره که تو را جسور به گناه بسازه، تو را به گناه جسور بسازه و گناه را در نظرت خرد نشان بده و تو به گناه جسارت پیدا کنی. این کلمه را شیطان در ذهن انسان میاره. اما در بین ما این خواهر ماست، ای مادر ماست، ما ایره خوار خواندیم، ما ایره مادر خواندیم، ما ایره دختر خواندیم، کلی از این زمین ساز بر فساد اخلاقی است. شرعاً قطعاً ای جواز نداره. به هیچ وجه کسی به خوار خواندن، به دختر خواندن، به مادر خواندن او محرم ما نمیشه، به هیچ وجه نمیشه. جناب استاد، امی اولین جرقه هایی که دوستی بین دو جنس مخالف ایجاد میکنه، یا ای که عوامله که بتانه که بین از اینا امید روابط ناخوشایند یا روابط نامشروع را آغازگر باشه، کدام جرقه ها بوده میتونه یا کدام عوامل بوده میتونه؟ یک مثال بدم اجازه است؟ بفرمایید استاد. اتاق زیب و زینتش با این گروپش است و هر گروپ با خود لین داره. نه، چراغ جامعه ما زن و مرد است، ولی ببینیم که لین تنها مثبت نیست، لین مثبت و منفی را میارن.
ولی آیا لین مثبت منفی پوش دارن یا لچ هستن؟ پوش دارن دقیقا. پوش دارن. اگر کمی بیشتر لچ باشه این جرقه می سوزانه. دین میگه که حجاب باید باشه، اختلاط نباشه. حجاب وقتی که آمد مسئولیت میاد، وقتی که مسئولیت آمد او هم در پوش است، او هم در پوش است، جرقه هیچ امکان نداره. در اینجا جامعه امروز، سیاست امروز به می شکل روان است که باید بین دختر و پسر جرقه را ایجاد بکنن، یک طرف به حجابی شده، دیگه طرف اختلاط شده و دیگه طرف عروسیه های بسیار پرمصرف، رواجه های ناروا و نامشروع که از طرف خود فامیلا به میان آمده، خواسته های ناروای خود دخترها که شما کار نکنین، این خواسته های نامشروع، رواجه های نامشروع یک طرف، این اختلاط و زمینه های به حجابی طرف دیگه که دختر و بچه را بدونی که دیگه خود را بشناسن وصل میکنه. و ما برای تمام خواهرها اعلان مهمی است که حال ما سفید شده، بارها تجربه داریم این جرقه ها و این ارتباط های سرسرک و در صنف و در کوچه و در بازار یک دومارم سپری نکرده است. در ده ها مجلس ششتیم، در فسخش ببین که از کجا منشا گرفته است، از دفتر، از کدام جای، از مرگید، از کجا، از صنف، ای دوامدار نبود است، این مقطعی از بین میره. خب جناب استاد، همین روابط نامشروع چی پیامدهایی را داره؟ یا اگر از نگاه شرعی ببینیم چی عقوبت اخروی در دنیاوی و اخروی در پی دارد؟ یک، الله صراحتا منع کرده، شریعت صراحتا منع کرده. وقتی که ما سر قرآن و سر حدیث پا ببانیم جزایش چیست خود موت میفهمیم. یک موضوع. دوم، یک قرض است. از زمانی که ما ارتباط بگیریم با خواهر کسی، با مادر کسی، انتظار بکشی که خواهر و دختر خودت هم شکار میشه، این قرض است. اگر میخوایی که خانم خودت، اولادایت، دخترت همیش مسئول باشن، همیش در امن باشن، هیچ احدی جسارت نتونه که او تعرض بکنن، دکترین تعرض، ما باید با تمام جنس مخالف من حیث برادر و من حیث خواهر برخورد بکنیم. چرا قرآن کریم میگه که انما المؤمنون اخوتون؟ مسلمان ها با هم خواهر و برادر هستن. یک معنایش امیز که در جامعه ایطور امن باشه، هر دختری را که مرد میبینه در پالوی خود فکر بکنه که خواهر اصلیم است، عزت و شرفش، عزت و شرفم است. و اگر دختر میبینه فکر بکنه که یک برادرم است، عزت و شرفش، عزت و شرفم است. و ما با چه شکل و با کدام جسارت ما با دیده خراب به طرف از او ببینیم؟ خب جناب استاد، در مورد این موضوع اگر صحبت‌های طولانی هم داشته باشیم که خب هنوز کم است، اما چی بهتر است که به عنوان آخرین سوال پیام خودتان را به رسانه‌ها بیان کنین، رسانه‌هایی که فیلم‌های مبتذل به نشر می‌رسانه، یا رسانه‌هایی که سریال‌هایی که روابط نامشروع یا همسر را نشان می‌ده که در عین حال با چندین فرد دیگر ارتباط داره، چی مرد باشه چی زن باشه، یا که دختر میای به شکل آزادانه در بین خانواده میگه که من دوست پسر دارم، یا بچه هم به این شکل که کاملاً از آن مردم تغییر دادن، پیام شما به رسانه‌ها چی بوده می‌تونه؟ عرض بایست ما مورد تجاوز عسکری قرار گرفتیم، مورد تجاوز فکری قرار گرفتیم، مورد تجاوز فرهنگی قرار گرفتیم. دنیای کفر متحدانه علیه ما در حالت تعرض و گذار هستند. جوانای رشید ما با گذشت هر روز پیش روی نظر ما غیر حق ذبح میشن و کشته میشن. و در بخش فرهنگی تجاوز بسیار گسترده دارن، ولی ما پیشنهاد ممیز که وسیله شهر رسانه هستن. این کسانی که چنین فرهنگ را بیگانه برد میاره و تو نشرش میکنی و تو در تمام گناه ها این مدیر شریک، مؤسس شریک، کارگردان شریک، کامرمین شریک و هر کسی که در نشر از این سوریالا
که خودش یک فرهنگ مبتذل را در اینجا میخواه حاکم بسازه، در تمام گناه ها هر کسی که در اینجا شریک است اینام شریک هستند. بنابری ما من حیث یک مسلمان فرهنگ غنی خود را داریم، خانواده بسیار عزیز خود را داریم، تمام دنیای کفر به داشتن خانواده همچو خانواده مسلمان حظ داره، حسرت دارن که ما نه پدر داریم نه مادر داریم، هیچ کسی را نداریم. بزرگترین یک دانشمند نشه پرسان که بچه کسی شاید نفهمه و مادر خودش شاید نشناسه، و ما شما که یک جوره بود میخواییم بگیریم میگن که میدن چی هستی، کل از اونا به میدن هستن. یک کسی که میدن نداشته باشه چی شرف داره، چی عزت داره، میخواین که مانند خودشان ما به میدن باشیم، به حیثیت باشیم، پدر خود را نشناسیم، مادر خود را نشناسیم. وقتی که کسی پدر مادر نداشته باشه کرامت و شرافتش هم زیر سوال است. بنابری به تمام رسانه ها من حیث یک مسلمان پیشنهاد مامیست که جلو فرهنگ را، فرهنگ مبتذل دنیای کفر را بگرن، و اگر میگرن هم رسانه ها، و اگر نشر هم میکنن رسانه ها هستن. دقیقاً جناب استاد. البته همه اینها را اگر میتونیم به کمک شما علمای دین است که تایی که خداوند توفیق بده به ما و شما که بتونیم که از طریق پرده های تلویزیون به جای برنامه های مبتذل بتونیم که برنامه های دینی را زیادتر مروج بسازیم. بازم خیلی سپاس جناب استاد از که دعوت ما را پذیرفتید. تشریف آوردید. بخیر باشین، آرام باشین. وقت خوش. یک میان برنامه کوتاه داریم، با ما باشید در ادامه برنامه. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه ما یک قسمت از برنامه خود به شما بانوان عزیز در نظر گرفتیم، تا اینکه در این برنامه و برنامه های بعدی که در نظر داریم هر هفته یکی از احکام ویژه بانوان شرح بتیم. و اما در نخست لازم است اینکه بدانیم که زن در اسلام و ادوار قبل از اسلام چه جایگاه و مقام و منزلت را داشته هستند. خب نگاه خیلی مختصری می داشته باشیم به زن در ادوار قبل از اسلام. زن در ادوار قبل از اسلام اگر در از نگاه یهودیت ببینیم یا در دین یهودی یهودیزم ببینیم، زن مثل یک متاع بود، یعنی زن فقط مثل یک کالا خرید و فروش می شد و زن نه میراث می برد و نه هم زن از هیچ نوع حقوق برخوردار نبود. زن هیچ حق نداشت در ای که انتخاب همسر داشته باشه، زن هیچ حق نداشت که میراث بگیره، زن هیچ حق در اجتماع نداشت، حتی اینکه زن در هیچ حالت گواهی دادن نمیتونست، یا اینکه شهادت زن در هیچ حالت پذیرفته نمیشد. و حتی زن در دین یهودیت وقتی که عادت ماهانه داشت هیچ فرد با او در یک غذا طعام نمیخوردن، در یک اتاق چی برسه به اینکه در یک ظرف با هم یک جا غذا بخورن. و حتی در ظرفی که یک زن غذا میخورد دوباره او ظرف باید دور میانداختن، میگفتن که زن چون نجس است پس این ظرف هم نجس شده است. و اگر به دین هندوها بریم و نگاه داشته باشیم این که زن در هندویزم چی مقام و منزلت داشته است، میبینیم که همان مقام را که دین یهودیت به زن داده است همان مقام دین هندویزم هم به زن داده بود. در دین هندویزم وقتی که شوهر یک زن فوت می کرد زن به میراث برده می شد، چون خود از زن فقط یک کالا بود، فقط یک متا بود و فقط من حیث یک کالا خرید فروش می شد و خود زن من حیث میراث برده می شد. اما اگر فقط امین نکته را بیاییم و از نگاه اسلام بررسی کنیم، ببینیم که زن بعد از اینکه اسلام عزیز آمد چه مقام جایگاهی را برخوردار شد، یا بعد از اینکه اسلام آمد زن کدام مقام را حائز شد. همچنین میریم و به مذهب نصارا، میبینیم که در نصرانیت زن کدام مقام و منزلت را داره است. در دین نصرانیت زن فقط زن منبع شر میدانستن، میگفتن که حضرت آدم که از بهشت خارج شد همهش برمیگرده به یک زن، زن سبب شد تا که مرد از بهشت خارج شوه، زن را در دادگاه ها اجازه نمیدادن، زن را فقط هیچ در مثل دین یهودیت در هیچ جای شهادت و گواهی زن پذیرفته نمیشد. همچنان در زمان هری پادشاه هشتم انگلستان زن به کتاب مقدس نصرانیت حتی دست زدن نمیتونست، میگفتن که زن نجس است و هیچ زن حق نداره که به کتاب مقدس دست بزنه، چرا که کتاب مقدس از اشیای نجس باید دور شود. اما
اگر بیاییم و ببینیم که زن در اسلام چی مقام داره، از همین جا میتونیم که بررسی کنیم. اولین کسی که امانتدار نسخه قرآن بود، حفصه رضی الله عنها بود. حفصه از زوجه پیامبر صلی الله علیه وسلم و همچنان دختر امیرالمؤمنین عمر فاروق، اولین کسی که تانست نسخه قرآن را نگهداری کنه حضرت حفصه بود. و اما در یک میان یک نگاه کوتاه به عرب‌های قبل از اسلام داریم، یا می‌بینیم که زن‌ها در اینکه در اعراب قبل از اسلام چه مقام داشتند. هر زنی که حمل می‌گرفت قبل از اینکه زایمان کنه، مرد به خود یک گودال می‌ساخت تا اینکه اگر متاسفانه که اگر دختر باشه او را زنده به گور کنه. و این زنده به گور کردن دختران به دو طریقه صورت می‌گرفت، یا اینکه همون لحظه ای که دختر تولد می شد این رو زنده به گور می کردن، و یا هم می گذاشتن تا این که کم رشد کنه و کم، یعنی چند وقت از دختر بگذره، و می گذاشتن تا این که کم زیب و زینت به خود بگیره، و او رو به بهانه های مختلف به طرف گودال می بردن. قسمی که روایت از حضرت عمر فاروق هست که رضی الله عنه میگه که روز، یعنی از جمله واقعیات که حضرت عمر فاروق خیلی ها محزون میسازه، یکشم همین واقعه است که عمر فاروق میگه که روز ما با دخترک خدا، میگه وقتی که خیلی خردسال بود، دستش گرفتم و به بهانه ای که میرم و به تو بازار لباس میگیرم به طرف یک گودال بردم. زمانی که میگه من در همو گودال ماندم، وقتی میخواستم سر از خاک بیاندازم که خاک به ریش ما پرید، و دخترم در همون لحظه هم خاک میخواست که از ریشم پاک کنه. یعنی میگه همون لحظه بود که هیچ وقت فراموشم نمیشم و عشق همیش بر چشمانم میاره. خب اما اگر از نگاه اسلام ببینیم، همین اسلام آمد که زن کرامت بخشید، اسلام آمد که بزن حق میراث داد، اسلام آمد به یک زن بزن حق مهر داد، اسلام آمد به یک زن بزن حق انتخاب همسر داد، اسلام آمد تا یک زن میتونه که در حالتی که عادت ماهانه باشه یا هر مشکلی که داشته باشه آزادانه در یک ظرف با همسر خود غذا بخوره. اسلام یعنی هر نوع ویژگی یا هر نوع حقی که ببینیم، همین اسلام عزیز به زن قائل شد. و دقیقاً البته اگر به اعراب قبل از اسلام ببینیم، خداوند متعال در روز قیامت از کسی که زنده به گور کرده پرسان نمی کنه، اما از کسی که زنده به گور شده روز قیامت پرسان میشه که و اذا الموعودت سئلت بای ذنب قتلت، ای کسی که زنده به گور شدی با کدام گناه تو زنده به گور شدی، با کدام گناه تو را زنده به گور کردند. یعنی خداوند باز هم حق برمیته به مو دختر یا به مو کسی که زنده به گور شد. خب عزیزان ارجمند، بعد از این هر هفته در برنامه تا ژرف قسمت احکام ویژه بانوان مختص شده به شما عزیزان. خب این بود مقام و منزلت زن در ادوار قبل از اسلام و دین مبین اسلام یا اسلام عزیز. و حالا یک میان برنامه کوتاه میگیریم و با ما باشه در ادامه برنامه. در قسمت برنامه یک مهمان نهایت عزیز و ارجمند داشتیم، اما متاسفانه بنابر مشکلاتی که برشان پیش شد نتوانستن که به برنامه تشریف بیارن، اما میتونیم که جایگاهشان، البته نمیتونیم پروپوزازیم، میتونیم که یکی از قاریای کوچک دیگر تلاوتشان در برنامه داشته باشیم. میریم و با هم یک تلاوت از نوجوان عزیز ما میشنویم و دوباره برمیگردیم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم تابعونا على صفحاتنا التالية. عزیزان ارجمند خوش آمدین بازم به برنامه و خیلی خرسندیم که تا این دم با ما هستین. دوستان عزیز بعد از این در برنامه تاجر یک قسمت ما برمیگرده به اینکه محمد در همه ابعاد صلی الله علیه و سلم یعنی که ما زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه ابعاد زندگی خود میخواهیم که مروج بسازیم یا اینکه میخواهیم که در همه ابعاد زندگی ما پیامبر صلی الله علیه و سلم اسوه و قدوه ما باشن. قسمی که اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم امروز در بین ما می بود آیا با همسرانش هم اینچنین رفتار میکرد یا با همسرانش چگونه رفتار میداشت؟ و مردهانی که مثلا وقتی که از بیرون میاین خانه خیلی رفتار خشنه به خود میگیرن و پیشانی خود ترش میسازن، فکر میکنن که این هم از جمله هیبت های مرد شمار میره یا یکی از جمله غیرت های مرد است. و اما پیامبر صلی الله علیه و سلم با زنان خود چگونه رفتار داشت؟ امروز هم مزاح پیامبر صلی الله علیه و سلم با همسرانش میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانواده با همسران خود چگونه رفتار داشتن. قسمی که روز حضرت عایشه رضی الله عنها و حضرت سوده رضی الله عنها در یک اتاق با هم نشسته بودند که پیامبر بزرگوار وارد اتاق شد و فرمودند که حضرت عایشه غذای پخته بود و در ظرف غذای آماده داشت که به حضرت سوده گفتند که سوده از این غذا میل کو. حضرت سوده اجتناب کرد، گفت که نمیخوام. حضرت عایشه دوباره باز هم اصرار کرد، گفت ای سوده از این غذا میل کو. حضرت سوده باز هم اجتناب کرد، در حالی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین اینها یک جا با اینا ششته بود و دقیقاً همه صحبتاشون را میشنید. و حضرت عایشه بارسی هم گفت که یا سوده از این غذا میل کو یا هی هم که کمش بر رویت میزنم. حضرت سوده خندید و گفت که میل نمیکنم. حضرت عایشه هم رضی الله عنها از این غذا گرفت و بر روی حضرت سوده زد. در روایت آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم خندید و گفت که یا سوده تو هم همچین رفتار را که عایشه با تو کرد انجام بده. و حضرت و در روایت دیگه آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش با دستان مبارک خود از همو غذا گرفت و بر روی به حضرت سوده داد تا اینکه هم رفتاری را که حضرت عایشه با حضرت سوده داشت حضرت سوده هم با وی تکرار کند. و دقیقاً اگر ببینیم رفتارشان این مزاحی که بین
پیامبر و ازواج مطهرات داشت، یعنی اگر یک مرد دگمی بود خیلی خشن رفتار میکرد، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی با محبت و خیلی با رفتار خوب تا با همسرای خود مزاح میکرد و همیشه با همسرای خود خوش برخورد بود. و دقیقا این روایت بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم با حضرت سوده و حضرت عایشه ام المؤمنین مزاح میکردند. و انشاءالله در برنامه های بعدی هم یکی از رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم هر هفته بر شما عزیزان به شرح میگیره. این بود رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم با ازواج یا امهات المؤمنین. و همچنان بعد از این انشاءالله که با شما عزیزان محمد صلی الله علیه و سلم در همه ابعاد زندگیش میرم و بررسی می داشته باشیم. و دقیقا تا برنامه بعدی که خدمت شما سرورانم قرار میگیرم، شما را به الله لایزال می سپارم. ایام به کامتان باد.